دوست عزیزم، به نام وهابی در جهان ما مذهب نداریم. یه گپی عوامکیست. هر آنچه گفتن گپی عوام است. آری، محمد ابن عبدالوهاب شیخ، شیخ محمد ابن عبدالوهاب شیخ است. پدرش عبدالوهاب شافعی است. پدرش هیچ اشکال زندگی نداره، یک عالم شافعی است. اما فرزندش شیخ محمد ابن عبدالوهاب، کسایی که از نظر از اون نقل قول میکنن و زیادتر کاری از اون سر توحید است. توحید یک مسئله است که جهان اسلام به او اتفاق دارن. شرکیات، خرافات، توهم شرک، وسیله شرک، ذریعه شرک در هیچ دین، در هیچ مذهب از مذاهب امت اسلامی وجود ندارد. کاری از هم کتموس. فلهازا اینجا کسایی که به وهابیت نسبت میتن با خود اندیشیدن که اگر بگویم که محمدی ها بد است، چون او محمد نام دار، اگر بگویم که محمدی بد است و رسول الله بد میشن، اعوذ بالله، بیاییم که به نام پدرش بد بگویم که وهابی. اما در حالی که نمیدانند از چکک به زیر نوه رفتند، زیرا محمد نام رسول صلی الله علیه و سلم است. وهاب صفت الله است، انک انت الوهاب. از بد گفتن رسول کریم گریختند، در بد گفتن الله واقع شدند. به این نام ما مذهب نداریم هیچ. اصلا او یک شخص، یک عالمی که به نام شیخ محمد ابن عبدالوهاب عرض اندام کرد در عراق زمین، چون مرکز قبوریون و قبر پرستان در اونجا بیشتر بود، بر علیه خرافات اونها اقدام کرد. اما خدمتتان عرض میکنم، نظریات شخصیش با ما مشکل دارد، متفاوت است. اما بحث علمی به عصبانیت نمیشه، به اهانت و توهین نمیشه، به هیچ وجه از وجود به دشنام نمیشه، به تاپه و توتیه و تهمت هم نمیشه. هرگاه میخواستیم که نظریات کسی را رد کنیم، کتابای محمد ابن عبدالوهاب، من جمله کتاب التوحید، کتاب التوحید از بخاری و باقی کتابای حدیث جمع‌آوری کرده، بالای از او چندین شرح نوشته شده. کتاب التوحیدش از اول تا آخرش بخوان، جایی که نقد علمی داشتی نوشته کو، نوشته تبع بکو، چاپ بکو، به خدمت ملت تقدیم بکو. این رای حلش است. در غیر از او به این نام و به اون نام، شافعی بدست و محمدی بدست و وهابی بدست و مالکی بدست، به این نظام نمی آید. یک عالم در یک مجلس اشتراک کرد، ملتایی که بلند می شدن گفتن وهابی، سلفی، تبلیغی، پنجپیری، یک سر کافر است. گفت مشف شف شف طولو می گم. باز گفتن که نعره تکبیر، نعره تکبیر، مار بوابی، مار بوابی. شروع شد. حضرت از اون عالم برآمد، وکیل پارلمان هم است. گفت هزارا افسوس، من با یک دنیای از امید آمده بودم، از این با باغ مجلس شما گلهای شگوفا شده و خوشبوی را به نام ملکه شب و روز با خود به دامنم ببرم، اما متاسفانه این دامن امید گل من را از پشتل مملو ساختید شما. اما تو یک سخن بود، اما تو یک سخن بود. او مردم چی را میفهمند؟ هدفم در اینجاست. این حرفا حرفای پوچ است، حرفای بی‌معنا است. باز چی میگه؟ او خب میلی وهابیت داره که او تو گفت. وای 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 وای، هزارا افسوس دیگه. من یک دو پیشنهاد سوالیه میمونم. شما معتزله را نمیشناسید؟ من چند گپ میزنم. معتزله یک قبیله است که در عصر امام ابو حنیفه بوده. عذاب قبر قبول نداره. بگو چی را؟ دوم پول صراط قبول بگو نی؟ نداره. وزن عمل دیدار رب العالمین ده، در حالی که به قرآن و حدیث ثابت است. ولی امام ابو حنیفه اینمی مردم نه کافر میگه، نه یهود میگه، نه نصارا میگه، نه بیمذب میگه، نه چیز دیگری. فقط بالای نظریاتشان نقد علمی داره. بالای نظریاتشان چی داره؟ نقد علمی داره. مرد استی نقد علمی بکن.
تو نه کتاب محمد ابن عبدالوهاب عربی شه میفهمی، نه فارسی شه میفهمی، نه خوانده میتانی، نه نقد کده میتانی. زورت که نرسید، نشان عاجز همیست کتاب ها میزنم. من براتان یک جمله میگم برادر عزیزم، کدام کافر نبود، کدام یهود نبود. در نظر مردم وهابیت بدتر از یهود نصارا، در حالی که قبیله اسلامی است، مسلمان است، قرآن میگه، سنت میگه. چرا در بحثای جنجالی علمی تیزی که یک مسلمان کافر میگه او مسلمان؟ تو نه اهل سنت هستی، نه جماعت هستی، نه حنفی هستی، نه شافعی، تو به هیچ مذهبم پایبند نیستی. فقط به خاطر خطر کمبودی درآمد، حفظ جهالت تاپا توتیه شروع میشه. ان شاء الله دگاب رسیدین یا نرسید. آره او کسایی را که اینا وهابیت میگن یا شافعی هن یا مالکی هن یا ظاهری هن. ظاهری به این معناست که به هیچ مذهب پایبند نیست. هر حدیثی که میگه حیو بود ما اموره میگیریم، او را ظاهری میگن. اونا اونو مردم هستن، با ما مشکل دارن. مثلا ما از خون میگیم وضو میشکنه، اونا میگه نمیشکنه. اونا میگه از استفراغ وضو نمیشکنه، ما میگیم پوری دی هم میشکنه. این تو مشکلات ما داریم، اما به این مشکل خود نباید تو را کافر گفت. اگر تو بگوی کسی قول میکنه که از خون وضو نمیشکنه کافر است، امام بخاری را کافر میگه، امام شافعی را کافر میگه، صفحه عالم دیگر را کافر میگه، در بدر میشه، خاک بسر میشه. بله مشکلات خود با ما دارن، اما مشکل به جایی نیست که تکفیری هم دیگر شود. گپ فهمیدین دیگر؟